برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، سلام بر شما. یک قدم ما این بار باز هم در کابل زیبا با یکی از اسطوره های بزرگ عرصه های سینما و فیلم افغانستان. نباید در امی عرصه اکتفا بکنیم که کسی که مهمان برنامه یک قدم امروز امرای ما هستند، مرد چند بودی است که بعد از اینکه صحبت هایش می شنوین خودتان می فهمین که این مرد آگاه و دانسته چه کارکرد های در عرصه های سینمای افغانستان از سالیان متمادی داشتند. مهمان عزیز و دوست داشتنی همه ما و مردم افغانستان، آقای انجینیر لطیف بزرگوار، خوش آمدین به برنامه. خواهش می‌کنم. تشکر از شما. زنده باشین. خوشحال هستم که شما را در برنامه دارم. لطف کنین. تشکر. اول خب به این مجلی و زینتان برتان تبریک میگم و از بارگاه خداوند میخوایم که شما هرچی بیشتر و بهتر موفق باشین که این مجله را به پیش ببرین. یکی از کارهای بزرگ فرهنگی امی است که شما مردم آگاهی میتین و در گوشه و کنار از کشور قدم میگذارین و ناگفته ها و ناشنیده های را برای مردم عرضه میکنین. کار بزرگی است. شما زنده و سلامت باشین. کلمات تعریف از زبان کسی که خودش آگاهی کامل دارن، یعنی به این معنی است که میگن قدر زر پیش زرگر. اما والا دیگه دو حد دانش قرار نداریم. تشکر از حسن نظر شما. کارهای جسا و گریخته در زمینه سینما و فرهنگ از کشور در امی حدود 50 ساله که دستان در کار هستم انجام دادیم. کارهای شما به حد گسترده و وسیع و چشمگیر بوده که شما خود امروز یک مکتب هستین برای کسایی که میخواین راه شما را بپیماین و کارهای در عرصه هنر سینما انجام بتن. امی که هنر سینمای افغانستان نام برده میشه، بدون درنگ اسم شما میایه و این یک افتخار بزرگ برای افغانستان، برای خود شما و برای خانواده شما و برای خانواده هنر افغانستان است. زنده باشین. تشکر. ما میخوایم یک ذره باستر و ناترس صحبت کنم، به خاطر از اینکه مجله شما و این برنامه شما سانسور نمیشه. حتما سانسور نمیشه. همون که پای دل خود آدم بگویه. تصادفاً که برنامه یک قدم یک برنامه کاملا خودمان است که روحیه شب شما کمی روشن بکنم. بیننده هایی که برنامه های قبلی را دیدن، او ناگفته هایی را شنیدن که اصلا تا هنوز ده هیچ رسانه در مورد نخبه هایی که در برنامه ها آمده نشنیده بودن. شما کاملا دست باز دارین و خوش. راحت کمره در اختیار شما، برنامه یک قدم از خود شماست. خواهش میکنم. من حاضر هستم هر سوالی که شما داشته باشین، کوشش میکنم که مطابق سوال شما جواب بکنم. 50 سال گفتین کار کردین در عرصه هنر سینما در افغانستان. والا 50 سال. 50 سال شد. تجارب مختلف تلخ و شیرین دارین مطمئنن؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. در دوره های مختلف، با آدم های مختلف، با رژیم های مختلف و خوابی که میگم آدم های مختلف، این دیگه یک عباد بسیار گسترده داره. دقیقا. شما دوره های بسیار خوب و ناب طلایی افغانستان تجربه کردین و همین رقم آمدین در دوره های سیاهی که در افغانستان حکم فرما بود، باز هم شما تجربه کردین و نیمه روشنایی که برای مردم ایجاد شد و زندگی را امیدوار شدن و آمدن کار شروع کردن در عرصه های مختلف و عرصه سینما و تلویزیون و تئاتر و یگپا. بعد از یک دوره سیاه باز هم شما تجربه های زیاد دارین. مطمئنن که هر کلمه و هر صحبت و هر جمله شما شنیدنش گنج بزرگی از تجربه است که ما دوست داریم بشنویم و مطمئنن که علاقمندهای برنامه یک قدم چیزایی که از زبان شما را در این برنامه میشنون هم برشان آموزنده است، هم خاطره است و هم حرفهای بسیار ماندگار خواهد بود.
بین از شما بپرسیم که بهترین دوره هایی را که در عرصه سینمای افغانستان تجربه کردین کدام زمان ها بود؟ تماس زیبا. همیشه ما در تریبیونی که صحبت میکنم، گپ میزنم، همی سوال مطرح میشه که بهترین دوره کار شما کدام بود؟ بدون شک دوره بهترین دوره کار ما و ما خودم نامش دوره طلایی سینمای افغانستان موندیم، دهه 60 بود. دهه 60 که دهه 80 میلادی میشه. در اون زمان اما اثر هنری شما که بسیار گل کرده بود و مردم دوست داشتن کدام بود؟ والا ما یک مدتی که به اصطلاح بسیار کورکورانه در سینما قدم ماندم، چون تحصیل نکرده بودم، کورکورانه قدم مانده بودم، کارهای تجربی بود که با شوق و علاقه و اما مسلک برای میجاب میکرد که باید دورا قدم بگذارم. من نامش کارهای تجربی میمانم، اما این کارهای تجربی خوشبختانه دیر دوام نکرد و ما آمدم مستقیما وارد عرصه سینما و کارهای تکنیکی و هنری را تجربه کردم. کارهای اول ما با محترم خدا بیامرزدش تویاله شفق بود که در اون زمان تازه لندن و از هند و اینجا تحصیلات کرده بود، آمده بود. خب شما از بکرده بهتر میفهمید که در عرصه سینما و در کل در عرصه هنر آدم نمیتونه که پیرو یک استاد خود باشه. دقیقا. آدم از استاد میاموزه، از دوست خود میاموزه، ولی ای که ذهن خودش چی حکم میکنه و چی ایجاب میکنه و چی خلاقیت و آفرینش داره، او دیگه باز کار خودش است که باز مردم رو کتگوری میکنن و میفهمن که کی در کدام حد قرار داره. ما که آمدم با مشکلات بسیار فراوانی که با افغان فیلم داشتم، با ضدیت هایی که با افغان فیلم داشتم، با سنگ اندازی هایی که در راه سینما برای ما انجام دادن، حتی تا سرحد بندی شدن هم مرا رساندن، او دوره ها زود گذر بود، تیر شد و ما با اون کرسیی که باید نشست میکدم و از او قله ما فرمان میدادم، با مو چوکی فرمان به اصطلاح نشستم، یعنی رساندین خودتانه خودگه یار. من رساندن نامش نمیمانم، ولی یک مقدار تجربه متفاوت از دیگرا برای خودم کسب کردم که زود متوجه شدن. دولت وقت بسیار خوب بود، بسیار فوق العاده بود، آدم شناس بودن، کارشناس بودن، قدردان بودن. بله و گفته شما قدرشناس بودن. زود برای ما آوازه یک آدمی که متفاوت است و کار میکنه و میسازه را ساختن و در این آوازه ها ما هم آرام آرام جای خود پیدا کردم و گرفتم و رفتم برای ساختن فیلم. و در حالی که عمر رئیس افغان فیلم ساختن در اون دوره، باز من هم برای زمینه را مساعد ساختن که تو باید در ساحه کار کنی. یه همی گپ آقای سربلند بود که من همیشه میگفت که گپ ببخشین گپ آقای دکتر حیدر مسعود بود که من میگفت که تو مرد ساحه باز نمیتونی شوی به خاطر اینکه تو رئیس افغان فیلم شدی. باز می آقای سربلندم را جدل میکرد، میگفت نه، هر دو ساحه را باید کار بکنه، هم باید رئیس افغان فیلم بشه. چرا؟ میگفت که اگر در رأس چوکی خودش قرار نگیره، مثل گذشته وار برش سنگ اندازی میکنن و برش دسایس میسازن و اینا، نه، بالش که هم خودش فرمان روا باشه و هم خودش کارگر خود باشه. بله. باز دیگه شروع کردیم. امی 10 ساله که حکومت بزم از اینا و اصطلاح حکومت کمونیستی نامشان ماندن و ملحدین میگفتن و دیگه میگفتن که یک خطوه و یک قدم از او را نمیتونن که اونا فراموش بکنن. میگن که بهترین حکومت، حکومت دکتر نجیب و تا هنوز از مزایای او ثمره میبرن. بله. امی چند روز پیشتر شنیدم که اینجا کار
اما تجلیل از بزرگ مرد تاریخ افغانستان دکتر نجیب میخواستن تجلیل بکنن و در اونجا سنگ اندازی کردن و نماندن و خب هنوز هم گپ ها و سخن ها وجود داره، ولی آفرین امی دولت امروز که این اجازه داد که صورت بگیره، ولی او کسایی که از دست دکتر نجیب به اصطلاح که میخواستن وقت آرامش مردم این عذاب سیاسی برهم بزنه، دکتر نجیب جلو میگرفت نمیماندشان. از اون وقت ها از اون وقت مانده تا به حال رو و نامردانه رو در تلویزیون ببراین و گپ ها و سخن های میگن، خواهی جای رو نمیگره. اون مرد بزرگ تاریخ بود. در اون زمان زمینه بر ساختن سینما بسیار فراهم شد، بسیار زیاد چشم گوش ما باز شد، از کشور بر آمدیم، سفرها کردیم، همیشه در جشنواره ها می رفتیم، می دیدیم مردم جهان چی می کنند. ما هم راه خود بر سینما تغییر دادیم، خواستیم که از او ملودراما هایی که هندوستانی ها می ساختن و از او فیلم هایی که بازاری که مثلا ایرانی ها می ساختن و از او لذت می بردن و پول جمع می کردن و اینا، ما یک مقدار راه خود تغییر دادیم طرف یک سینمای روشن فکرانه، یا بهتر بر شما بگیم که سینمای واقعیت‌گرا. دقیقا ماهایی که بیننده بودیم و فقط از دوران بسیار کودکی و نوجوانی و جوانی مثلا سینمای افغانستان یا فیلم هایش تا امروزه که رسیدیم به سن سال تقریبا پختگی، چیزی که برای ما مهر تایید هنر افغانستان است فیلم های اونمو زمان است و چیزی که ما به نام فیلم افغانی میخواییم جای به افتخار نام بگیریم یا بخواییم نشان بدیم، فیلم و کار اونمو زمان است. و بعد از او چیزایی که آمده را خو دیگه باز میشه که شما سرش تماس بگیرین. تشکر. او را رد نمی کنم، من توبت می کنم سرش. اولی چرا نی دیگه، ما وقتی که واقعیت گرا شدیم و او را یاد گرفتیم، از اون وقت از اون زمان از اون سیستم یاد گرفتیم که واقعیت گرایی برای جامعه یعنی چی. یک حرف همیال یادم آمد، بسیار مقبول یادم آمد، من فیلم فرار را ساختم. خب البته در فیلم فرار که خودش بر مبنای واقعیت های جامعه ما ساخته شد، از خاطر که دولت در یک چوکات معین خود در برابر مجاهدین قرار گرفت و امی جنگ های پارتیزانی بدترین جنگ ها در دنیا دنیا را خراب کرد. این جنگ های پارتیزانی به خاطر از یک جلبش گرفتن همیشه، یک بار از اوش سر میکشه، یک بار از اوش سر میکشه، یک بار از اوش روزه و زندگی را مختل میسازه. من فیلم فرار را بر مبنای همین واقعیت ها ساختم. بعد فیلم بنابر پیشنهاد مشاورین شوروی وقت استاپ شد، نمایش ندادن. نمایش نو ما فیلم در زندان به اصطلاح افغان فیلم زندانی شد. یک روز آقای سربلند آمد گفت که برم تو خوب گفته بودی که من یک فیلم میسازم، ما بوجام دادم، دگام دادم، کلش، اما فیلم چی کردی؟ گفتم سعی والا او فیلم خود ساخته شد مگر در زندان زندانی است. گفت چی داره که در زندان زندانی است؟ گفتم که بیان حقیقت نمیفهمم دیگه، نمیفهمم. گفتم ببینین یک دفعه خود، گفت خیلی من پنجشنبه میایم وقت دارم دیگه، دوست دارم که چی خود میارم فیلم سعی میکنیم. آمدن روز پنجشنبه شد، فیلم فرار برشان انداختیم، سعی کردیم. امی مشاوری که بند کرده بود کار ما رو، امی هم شده بود رو خطر مشاور کرد، گفت آقای مشاور امی شما چرا این فیلم بند ساختین؟ این مشاور از ازبکستان بودم، خوب سرخان بود، زیادتر سرخ شد. برای سربلند گفت که آقای سربلند، گفت شما نمیفهمین، این آنتی سوییتیست است، گفت ضد شوروی سکی، ضد حکومت شماست. گفت شما چطور اجازه میدید؟ گفت این فیلم مردکه نشان داده که شما غیر از سرک قیر، شما در سرک خامه هیچ مسلط نیستین. دقیق. سربلند طرفش سعی کرد گفت که آقای مشاور، کتی کل شوروی در پشت ما ایستاد هستی، کتی کل شوروی، گفت کتی کل عسکر شوروی در پشت ما ایستاد هستی، کجای این گپ دروغ است؟ گفتم بیان حقیقت. بله. گفت کجای از این دروغ است آقای سربلند، آقای مشاور بگو. گفت که مشاور باز سرخ شد، زرد شد، دید که سربلند موضع گیری کرد،
گفت خود دلتان کشورتان دلتان گفت مشاور یک گبرتان میگم در هر چیز مملکت ما دست رازی کرده تانستین در معادن ما در به اصطلاح در ساختمان ما در همه چیز ولی فرهنگ ما دست خودت نیست کی کاش میمانده بود فرهنگ ما دست اینه دتر آدم هاست که واقعیت های جامعه را برملا میزازن گفتی خوب است که آل ما این فیلم اجازه بتم یا این فیلم 10 سال بعد که ما نباشیم یا شرایط افغانستان گفتگیر کنن بازو وقتی را نمایش بدن و ما را 100 رقم توف و لعنت بکنن امیال خوب است بکنن که بگوین که در زمان خود نواقص خود خودشان برملا میکردن و میگفتن گفت که سر سبای فیلم اجازه بتین به سینما بره و برای خود هم وقت هدایت دادن که به هزارها کپی از زیره کپی کنین و به بازار تید کنین وقت این مود ویدیو دیدن و تلویزیون رو بگیر نمان هم یا بود باز هم این کار صورت گرفت واقعا نتایج بسیار خوب هم از او فیلم به دست آوردن بسیار خوب خب یک تاریخ مصور بود اگر انسان به این فکر بکنه که ما واقعیت ها رو برملا میزازم و یک روزی من کشته میشم بهتر است که هیچ همو کار را نکنه دقیقا دست نزنه اگر جبون باشه اگر ترسندوک باشه اگر هر چی که باشه بعد از اوش من فیلم صبور سرباز شروع کردم که اون تاریخ مصور افغانستان بود جوان 18 ساله یا 17 ساله ایره که هنوز جوان نشد هنوز نوجوان است نوجوان میگرفت موبایل موتر میشن روانش میکرد که نه مادرش نه پدرش خبر میداشت که بچه ایمه در کدام جبه است تا کس کدام طریقی برشان اول میرسید که بچه شما یا زنده است یا مرده است یا زخمی است همین ما در قالب یک کمدی تلخ بسیار چیز زیبا ریختیم و فیلمش را ساختیم که تا به حال عمو بچه‌ای که دم فیلم به نام صبور سرباز کار میکرد تا به حال او رو صبور نمیم صبور سرباز میگن بله. یعنی او خودش یک برند شد خلصش خودش یک برند شد بله. گفته شما بعد از او من فیلم پرنده های مهاجر ساختم و او جنگ دو فرهنگ بود فرهنگ نو و فرهنگ کونه نشان دادیم که فرهنگ همیشه خب جربه آدمی است که خب اقتصاد زیر بناست یا فرهنگ زیر بناست اقتصاد زیر بناست یا فرهنگ زیر بناست ولی من انتخاب کردم که نه فرهنگ زیر بناست وقتی که شما فرهنگ بسیار متعالی داشته باشین زیر بنا خود به خود یا قبول میشه نمیشه دقیقا که نمیشه که نشدم بله که نشدم هر قدر کوشش کردن سر زمان ما ثابت کردی بله سر زمان ما کوشش کردن که تغییر بدن کورس ها ساختن دیگه ساختن ولی نه از ما چون امو فرهنگ ما بسیار مسلط بود بر همه چیز در کشور دفل مشان دادیم که نمیشه مرگ میتیم قربانی میتیم ولی فرهنگ خود از دست نمیتیم پیام فیلم هم اینطور یک چیزی بود درست. خب بعد از اون من فیلم اموسه عشق ساختم که اموسه عشق کاملا یک فیلم متفاوت از زندگی روز بود ولی خودش یک واقعیت اتفاق افتاده کشور ما بود که در او هویت افغانی معلوم بود همی ایگویزم درون انسان معلوم میشد که چگونه هست که حتی فرزند خود به خاطر امو عقده های خود از دست میته ولی از خط خود بر نمیگرده دقیقاً فیلم اموسه عشق باز بسیار گل کرد بسیار نه تنها در افغانستان بلکه در جامعه اروپا بسیار زیاد گل کرد که دمی وقتا هم یک تصدیق نامی بسیار معتبری را مریم غنی از آلمان آورد بله که بسیار پذیرفتنی بود و بسیار سپاس کرده بودم و به عنوان یک فیلم منطقه او را قبول کرده بودن دقیقاً همی لحظه همی فیلم هایی را که شما اسم میبرین هر کدامش هنوز سر زبان هاست هنوز تازه گیر بله. داره و مردم بله. دوستش داره آل در تلویزیون میبرم چه اولا مندازن که گنجینه های افغان فیلم بله گنجینه های افغان فیلم باز خوبیش یا خرابیش بگویم دهی است که اینه 20 سال شد که مرا این تحویل نمیگرن از این تجربه هایی که ما در زندگی کسب کردیم مثل یک مکتب واره درس دادیم در پوانتیون کابل 3 سال
ولی متاسفانه اینی رژیم امروزی را که بر کرسی ها تکیه زدن، من میگم که از ما باز یک الگو بسازن، باز یک رئیس بسازن، باز یک معین بسازن، باز بگیشن. نه، تجربه های انسان مثل طب است. دقیقاً. مثل طبابت است. هر روزی که دکتر در طبابت پیش میره یک چیزی نو کشف میکنه و او رو سر مریض خود تطبیق میکنه. از ما هم همونطور بود. باید کار میگرفتن. باید میگفتن تدریس کو، شاگرد جمع کو، دیگه کو، این مکتب بساز، این مکتب خود ما هست، این مکتب سینمایی خود ما هست، به نام خود ما یاد بشه. ما تقلیدگر هیچ کشوری نبودیم. دهن گوش ما پر شده بود از فیلم های هندی و از میلو دراما ها و اینا، از ایران از فیلم های مزخرفی که زنی به نام شراب که نمیفهم چطور چیکار اینا بود. نه، ما راه سیوم انتخاب کردیم که راه خود ما بود. بله. ولی ای کاش ایران انکشاف پیدا میکرد. متاسفانه که به حد فرهنگ بیگانه دخیل شد در عرصه فرهنگی و هنری افغانستان که بسا زمان شاید کار داشته باشه که ای پاک کاری شود. تا جایی که دیده میشه زیادتر مردم مبتذلگرا شدن و بیشتر مبتذل دوست دارن. ذوق خراب شد بسیار. چه خوب موضوعی رو تماس گرفتین. ذوق یک چیزی بسیار، یک لمس بسیار انسانی هست. بسیار انسانی هست. ولی یادم میاد فریبا جان شاید وقت شما خورد بودین، بسیار جد خورد بودین، هیچ به دنیا نامده بودین. ننوز وقت که ما یک سینما رو خاص خود در افغانستان داشتیم، به اساس می سینما روهای ما، سینما های ما کتگوری شده بود. مثلا سینمای بیزاد و سینمای مثلا میوند و سینمای فرخی و اینا برای یک تعداد تماشاشی هایی بودن که در سطح پایین ذوقشان همونطور بود که ذوق پایین بپذیرن، قبول بکنن و امو که امو ذوق زندگی میکردن، دولت امو ذوق برشان ساخته بود، امو سینمایشان بود، غیر از او در سینمای دیگه نمیرفت. سینمای آریانا وقت همی مسائل حزب و حزب بازی و پرچم و خلق و نمیفهم شعله جاوید و نمیفهم دیگه حزبای دیگه بسیار زیاد بود و اونجا باز طرفدار سینمای شوروی بودن. فیلم های بسیار بزرگ سینمای شوروی که واقعا قابل دیدن بود و در اونجا آدم انسانیت و همو پیام های بسیار دقیق آدم میدید، او بر از او کتگوری سینما بود. شما که شب جمعه میرفتید او سینما از او کتگوری مردم ها پر بود و فیلم خود تماشا میکردن میرفتن. خب البته برخورد چیزی صورت نمیگرفت که تو فلان هستی و ما بس بدان از اونجا. و سینمای پارک بر یک ده مردمی بود که مخصوصا برتان بگویم که تایم افتونیم و نو بجه شو از یک عطر مخصوص خانوادگی پر بود. چاید اگه صدای مرا کسی که در اروپا هستن و مثلا سالای ما رسیدن و زنده هستن و میال تلویزیون های خود میبینن، مرا تصدیق بکنن که واقعا راست میگی که از دهلیز سینمای پارک شما بالا میشدین، اوجا در غرفه تکت فروخته دیگه نمیشد افتونیم بجه و نو بجه، برای از اینکه او تماما برای خاندانی بود، برای فامیل ها بود. فامیل ها میمدن ریزرویشن داشتن، تکت های خود میگرفتن میرفتن بالا، یا کوکولا خود یا فانتا خود یا مشروبات غیر الکلی دیگه خود میگرفتن، چپس خود میگرفتن یا چی، با هم صحبت میکردن، قصه میکردن و داخل میشدن به سینما. یک صدای خاموش آرامی رو شما در درون سینما حس میکردین. با خدا باور بکنین که عطر هر فامیل فامیده میشید. خب اینمی فرهنگ است. دقیقا. اینمی فرهنگ ما از یاد برده نمیتونیم. ما نمیتونیم بگویم که در طول تاریخ حال اینمی حاله میقدر که از کوها پایان شدیم و آمدیم و این فرهنگ خراب کردیم و مردمش متواری ساختیم و رفتیم و تفنگ به دست گرفتیم و ما گفتیم ماستیم و ما اسلام جاگزین بسیار گپا میکنیم، در حالی که ما یادم فریبا جان که اسلامی که وقت وجود داشت آثارش در هیچ جای دیده نمیتونم. آره متاسفانه. در هیچ جای متاسفانه. من سوال شما را نمانم. نه، سوالی بود که گفتم بسیار از مردم، البته مردم های چیز فهم افغانستان چه در داخل افغانستان هستن و یا چه در بیرون از افغانستان هستن، حالا به این فکر هستن که دوباره احیا خواهد شد همچون یک
شرایط برباد رفته فرهنگ هنر افغانستان که امروز هر کسی که به نام افغان گفته ما فقط الگو اونمو فیلم های سابقه را به نام افغانی جای اگه بخواییم افتخار بکنیم به سینما و هنر افغانستان میریم اونمو فیلم های سابقه را میبینیم و اگر کدام جای برابر میشیم که بعضی از فیلم های مبتذل و از نگاه دیالوگ و از نگاه شاتبندی اونا فیلم ها را تماشا میکنیم کوشش میکنیم که خود بکشیم چون به یک سوال مواجه نشیم که میگن این چی است مثلا افغانستان با این قدمت تاریخی خود هم چون یک فیلم مثلا متوجه هستین ما از نظر شما که کارکن و کارکشته تجربه کار عرصه هنر افغانستان هستین سوال من این است آیا دوباره احیا خواهد شد یا خیر ببینید دنیا در تغییر هست دقیقا و ما هم در تغییر برابر آمدیم متاسفانه که این تغییر سر ما بسیار زیاد تحمیلی بود ما هیچ چیز نگرفتیم و کل چیز را دست دادیم هیچ چیز را دست نوالیم میگن آدم باید چیز را دست بده که چیز را بدست بیاره متاسفانه که ما همه چیز را دست دادیم برای هیچ چیز بدست نوالیم سینمای افغانستان یک وقت دچار اشکال نبود خدا ببخشه پدر شما هم در امو حلقه سینماگرانی بود که تحصیل کرده آمده بود از یک کشور او وقت همه چیز تحت یک پروگرام دقیق بود مثلا نگه میگفتیم که فیلم میسازیم مره سناریوی تا یک برد سناریو داشتیم در این برد سناریو آدم های بسیار نخبه کارکشتی نویسنده های دقیق و دیالوگ نویسی های بسیار عمیق بودن میاوردیم به خدا باور بکنین که 6 ماه 1 سال فیلمسازم بیدواندن تا وقتی که او را تصحیح میکردن میگه برو تصحیح کو یک پیش که میری ما نیفاییم برو تصحیح کو تصحیح تا ای که ای از امو به اصطلاح فضای بسیار دقیق هنری بیرون میشد باز به دستش میدادن گفتن برو بساز خب میرم میسام حتما از چیزی واضح هست که یک چیز خوبی نمیتونه حالا ما برم در تلویزیون روشن میکنه گنجینه های افغان فیلم این گنجینه هایی که بود این گنجینه ها تنها سینما نبود این گنجینه ها نویسنده همراهش بود دیالوگ نویس همراهش بود دراماتورگ همراهش بود و تحصیل کرده ها همراهش بودن ذوق های بسیار عالی و خوب همراهش بودن و سینما را میفهمیدن که سینما که کدام زنگه های خود بیرون میبره چی را باید بخورده مردم به تیم زندگی خودشه پس هنرمندانه باید بخورده خودش بتیم دقیقا در اون صورت فیلم جایگاه خود پیدا میکرد ولی متاسفانه پیشتر گفتی که همه چیز از هم پاشید آدم های نو روی کار آمدن آدم هایی که مثلا در پاکستان چشم دید داشتن در ایران داشتن در اینجا داشتن سینما اما خط اصلی خود با ساخته های و مفکوره های متفاوت عرضه کردن و یکی هم باید برتان بگویم که همه در حالی که تکنولوژی جدید بسیار سهولت ها را در عرصه هنر و در عرصه تکنیک وارد از کشور ساختن درست است شنبوشی نمی کنیم این یک واقعیت است ولی در پالوش فیلمساز بسیار تنبل ساخت کیفیت از او فیلمسازی که باید در جستجو می بود از طریق کمره سر سهولت ها را برش پیش کش می کنه ولی اگه این سهولت ها مثل کشورهای بیرونی ازش استفاده از می شود من فکر می کنم موثریت خود خیلی داره اگر ما بخوایم باز که دولت نمی خواهد در دولت فرهنگ ستیزی وجود داره متاسفانه در دولت تبعیض وجود داره که این تبعیض ما بین امی مردمای کلان تیت شده هیچ به فرهنگ هیچ فکر نمی کنن که کتی امی دریشی سیاه خود و کتی امی دسمال دانجه به خود و کتی امون نکتایی که رقم دریشیش هست اینو اطوری آقا آمده از کوتاه شده و این می فرهنگ است نی بابا فرهنگ عمق داره تو باید در عمق فرهنگ بودی ظاهر از این مسئله را شما نبینین در هیچ بوده
از سیاست امروز شما بر فرهنگ جایگاهی پیدا کردن نمیتونین کو فرهنگ بدانین احیا کنن. الان به سوال شما برمیگردیم که ای احیا شدن این فرهنگ زمانگیر هست. زمانگیر به این منظور هست که کسایی که هنوز زنده هستن یا کسایی که بسیار روشن فکرانه فکر میکنن باید یک شورای عالی هنر بسازن، مخصوصا هنر سینما را که عالمگیر است، این شورای عالی هنر بسازن و این شورای عالی هنر اما مسیر سینما را در اونجا تعیین بکنن و با یک مقدار دیکتاتوری لازم این را به خورد سینماگر بتن. شاید که سینمای ما وقت کمی تغییر بکنه. یکی هم ارتقای ظرفیت ها در سینما بسیار زیاد مهم است. آدم که خود دور میتم میبینم که خب وقتی صحبت میکنم که چشان متلاشیشان میکنم، ذهنشان متلاشی میکنم، میفهم بیم ولی هنوز بسیار زیاد وقت داره ای که سر مسائل عمیق سینمایی ای فکر بکنه و از خود چیز بسازه. ای که استعداد چی هست او یک مسئله کاملا علایده است که در وجود یگان نفر گل میکنه و آرام آرام و کار میکنه اما با یک گل بهار نمیشه. سوال شما منبی بود که من باید بگویم که مسیر باید تعیین شود. مسیر سینمای افغانستان با هویت افغانی، گفتی که شما پیشتر یک نکته را اشاره کردین که ما بهترین تاریخ داریم، ما بهترین فرهنگ داریم، ولی متاسفانه این همه را پس لغتی زدن. پس لغتی از خاطر میگم که زدن که انسان لغت میزنه ولی حیوان پس لغتی میزنه. آه جدی برخورد از انسانیت بیرون بده. آه دیگه بگذارین بفهمن بشنون. من میشه همتون صحبت میکنم از اون خود جیاد خوششان نمیم. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، قسمی که شما میبینین گفته ها به حد شیرین است که ما دیدیم گنجایش این صحبت های شیرین در یک برنامه ممکن نبود، به همین خاطر در همین جا بخش اول برنامه را به پایان میرسونیم و یادتان باشه که هفته بعد باز هم برنامه یک قدم و بخش دوم صحبت های آقای انجینیر لطیف از نخبه ها و سینماگران معروف و مطرح افغانستان داریم. تا برنامه بعد و هفته بعد، الله یار نگهدارتان.